میکروفون در اختیار جناب دکتر منصور میذارم. جناب دکتر بخواهش میکنم، بفرمایید. دوستان ارجمند، با عرض سلام و روز خوش خدمت همه عزیزان، از محبتی که کردید و حضور به هم رسوندید، من مطلب رو جمع و جور سعی میکنم در حدود نیم ساعت خدمتون در کنم. بعد از اون ممکنه مطالب دیگری در ذهن دوستان باشه که میتونیم روشون صحبت کنیم. من تمرکزم روی یک طرح بسیار هوشمندانه، هوشیارانه و استراتژیکی است که از طرف نظام طراحی شده و در دست اجراست. یعنی نباید نظام رو دست کم گرفت، بلکه شما وقتی به جزئیات این طرح تأمل میکنید میبینید که توش اندیشه های اصحاب تخصص، علم و تکنیک حضور داره و نظام این رو با تمام نیروی تبلیغیش در دست اجرا گرفت. باید ببینیم هدف چیست، چه میخواد بکنه. من طرح قضیه رو خدمتتون میکنم. ببینید، مطلبی هم در این زمینه میگوستم، چاپ شدهش خدمتتون خواهد رسید و وارد اون قضایه نمیشم، فقط این رو عرض بکنم که ببینید، من در اقتصاد کلان ایران به حدود 10 شاخص اشاره میکنم، شاخص های عمده، که ببینید سیر این شاخص ها در کدوم سمت هست. رشد تولید ناخالص ملی، از شاخص اول شروع میکنم. ببینید اینا رو میگم فقط اینکه سرنخ دستمون باشه ببینید چی صحبت میکنیم. رشد تولید ناخالص ملی برای سومین سال متوالی منفی 6.5 اعلام شده است برای امسال. یعنی رشد جی دی پی منهای 6.5 امسال. نرخ رسمی بیکاری حدود 10.8 اعلام شده که البته آمار غیر معتبریه، ولی از سوی دستگاه درگاه آماری ایران اعلام میشه. این پیش از ماجرای کرونا که بین 3-6 میلیون نفر به بیکاران اضافه میکنه. نرخ رسمی بیکاری تقریبا 11% اعلام شده. برای جوانان 20-30 ساله 25%، برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 43.8% اعلام شده. یعنی یک بیکاری بسیار کلوسال، بسیار بزرگ. 3. نرخ تشکیل سرمایه که حد نصابش 1/3 تولید ملی است، طی چند ده سال گذشته تقریبا همیشه زیر این حد نصاب بود. یعنی در کشور ما داریم مثل شتری که از کوهان میخورد سرمایه گذاری نمی کنیم، آینده فدای امروز میشه، در نتیجه توان تولید کم میشه. پس نرخ تشکیل سرمایه همواره زیر حد نصاب بوده. نرخ تورم، اونی که اعلام میشود رسما 41%. حجم نقدینگی با یک رقم بیمارگونه بالاتر از 2300 هزار میلیارد تومان، یعنی 2 کاتریلیون و 300 تریلیون تومان، 2300 هزار میلیارد تومان از تولید ملی بالاتر، و این حجم هر روز به اندازه 1000 میلیارد تا 1400 میلیارد تومان روزانه افزایش پیدا میکنه، در حالی که تولید ملی رو به کاهش، نقدینگی افزایش میکنه. شاخص هشتم، قیمت جهانی نفت پس از سقوط به زیر صفر، یعنی منهای 37 دلار در بشکه، امروز به حدود 22 دلار رسید و صادرات نفت ایران هم از 1 میلیون بشکه‌ای که برای بودجه بسته شده بود به روزانه 144 هزار بشکه رسید است. شاخص نهم، بودجه تصویب شده دولت پیش از بروز کرونا در حدود 1/3 کسری داشت. من در زمینه مقاله چاپ کردم نشون دادم کجا، یعنی کسری حدود 200 هزار میلیارد تومانی داشت. بعد از بروز کرونا دولت یه تعهد 120 هزار میلیارد تومانی هم کرد که مجموع کسری دولت رو به 320 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود 60% بودجه رسوند. حالا شما این اقتصاد زمینگیر رو در متن یه اقتصاد جهانی گرفتار قرار بدید که تمام کشورها گرفتارن، ولی طرفهای تجاری ایران، مثلا عراق، عراق که سالانه 10 میلیارد دلار با ایران تجارت میکرد، الان درآمد نفتی اون تقریبا متوقف شده، در حالی که 98% درآمد ارزی دولت عراق فقط از نفته. برمیگردیم به سابرین فند دولت. این دولت موجودی صندوق حاکمیتیش زیر 1 میلیارد دلاره، در که از ایران 10 میلیارد دلار
معامله میکرد سالانه با ایران. پس تمام این شاخص ها نشون میده که اقتصاد ایران در وضع بسیار بسیار زمینگیر و در منطقه منفی قرار داره. در میان این همه شاخص های واقعی به بورس تهران نگاه کنید، در کمتر از 2 ماه از آغاز سال نو تا امروز بورس تهران 91% رشد مثبت نشون میده. خب سوال بسیار بسیار جدی که هر آدم عاقلی، لازم نیست که اقتصاددان باشه، هر آدم عاقلی با این روبروست که این چه شعبده بازی است، چه اتفاقی داره میفته در ایران. خب من تصویر کلی رو دادم، الان وارد این قضیه میشم که این که گفتم طرحی بسیار هوشمندانه طرح شده و در دست اجراست، این چیه؟ ببینید دولت، من بارها گفتم در مصاحبه‌ها که دولت در یک وضعیت ناممکن قرار گرفت، یعنی هیچ که نمیتونه معجزه کنه. شما روحانی رو بردارید، اکس رو بذارید، وای رو بذارید به جایی، نمیتونه معجزه کنه. کمبود وجود داره، هزینه ها دهن گشوده ولی درآمدها نشون میده که 300 هزار میلیارد تومان کمبود وجود. از کجا باید بیارن؟ خب راههایی که برای دولت ها بازه، یکی این است که بیان اوراق قرضه بفروشند و از پسندازهای مردم و بازار جمع کنند. به 2 علت این امکان نداره در ایران. یک علت این که رکود شدید وجود داره، علت دومی که مردم به دولت اعتماد ندارند، علت سومی هم وجود داره، بهره‌ای که دولت میپردازه تقریبا نصف نرخ تورمه. پس دولت با اوراق مشارکتی که چاپ میکنه نمیتونه پول جمع کنه. خب راه دوم چیه؟ در همین بودجه 560 هزار میلیارد تومانی حدود 107 170 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده. با وجود این مالیات ما درآمد نفتی داریم، اون درآمد نفتی به شدت افت میکنه. اون مالیات هم من همون روز پیش بینی کردم که قابل وصول نخواهد بود، برای اینکه اقتصاد دچار رکوده. در نتیجه دولت به کجا باید متوسل بشه برای رفع این کمبود؟ دو راه پیش برای دولت وجود داره. یکی این که برگرده از اون حدود 200 میلیارد دلاری که از نهادهای زیر نظر رهبری وجود داره از اونا مالیات بگیره، این یک راهه. اگر اونا با همون نرخ مالیاتی که بر دیگران شامل هست مالیات بپردازن، تمام کمبود بودجه رفع میشه. ولی از اون 200 میلیارد دلار و بیشتر که زیر نظر رهبری هست، حدود 70% شرکت های زیانده هستن به صورت رسمی. شرکت زیانده که نمیتونه مالیات بپردازه. وانگهی وارد شدن به عرصه اخذ مالیات از این شرکت ها حوزه ممنوع است. اینو قانون فرمان امام خمینی این رو حرام کرده. بعدم آقای خامنه ای گفتن که وقتی مجلس تصویب کرد که از آستان قدس رضوی مالیات بگیرید، ایشون فرمان صادر کردن که مالیات رو بگیرید ولی بلافاصله برگردانید، یعنی مالیات از این حوزه ها نمیتونید مالیات بگیرید. پس اون بسته است بر دولت. راه دیگری پیش پای دولت وجود داره، مجموعه ساختمان ها، مستغلات و شرکت هایی که اینا بعد از انقلاب مصادره کردند، طبق آخرین ارزیابی که مال 3 ماه پیشه از سوی وزارت اقتصاد، بالغ هست و 7 میلیون میلیارد تومان. با دلار 15 هزار تومانی می شود 450 میلیارد دلار. رقم تکرار کنم، 7 میلیون میلیارد تومان طبق گزارش وزیر اقتصاد، که با دلار 15 هزار تومانی میشه 450 میلیارد تومان. قبلا محاسبه شده بود رقم بالاتر، حدود 900 میلیارد تومان بود، ولی چون الان قیمت دلار بالا رفته، در نتیجه امروز اعلام میکنن 450 میلیارد دلار. خب اینو چیکار باید بکنن؟ در این زمینه گزارش میدن، وزیر اقتصاد گزارش میدهد که، و آقای اسحاق جهانگیری وزیر اقتصاد میگوید که وقتی از به بازدید این دارایی دولت در شهرهای مختلف میریم، واقعا سرمون دود میکشد، یعنی اونقدر زیاده. آقای اسحاق جهانگیر میگوید این شرکت ها دارای مشکل مدیریتی هستند و دولت هر سال باید مبلغی به عنوان رفع زیان آنها بپردازد. پس ملاحظه بفرمایید، این دارایی بسیار کلان که در اختیار دولت هست، 450 حداقل با دلار امروزین بازار، و
برای نرخ رسمی بودجه‌ای دلار برای دولت در بودجه 10,000 تومانه، میشد 700 میلیارد دلار با نرخ بودجه‌ای. این مقدار در دست دولت. این رو چیکار باید بکنه؟ این رو یا باید دو راه وجود داره، یا باید به صورت مولد در بیاره، به صورت اقتصادی اداره کنه، که آقای جهانگیری میگوین که مشکل مدیریت وجود داره، نمیتونیم، ضرر میدن. و سوال اینه که 40 سال است با این ثروت مردم چه میکنید شما که این همه شرکت ضرر میدن؟ چرا شرکت ضرر ده رو ورشکسته اعلام میکنن، میفروشن باقی مانده شو؟ شما چرا نگر داشتید از بودجه تزریق میکنید در اونها؟ و علت زیان دادن این بود که اینا رو مثل تیول تقسیم کردن بین خودی ها، هیچ سود نشون نمیدن، تا مالیات ندن که مشمول مالیات هم نیستن، البته سود نشون نمیدن، زیان نشون میدن که از بودجه دولتی بمکن. پس این راه هم عملا برای دولت نیمه بسته است، نه تمام بسته، نیمه بسته است. دولت اقدام کرده در این زمینه، تصمیم گرفته که برخی از اینها که دسترسش هست اینا رو بفروشه. همین یه هفته پیش اعلام کرد دولت که سهام خودش رو در 5 شرکت که 3 تاشون بانکن، بانک ملت، تجارت و صادرات و 2 تا بیمه، البرز و شرکت اتکایی امین، اینا رو میفروشه. از اینها انتظار داره 16,500 میلیارد تومان وصول کنه. 16,500 میلیارد تومان یعنی تریلیون تومان، چون اونا میگن 1,000 میلیارد، منم میگم 1,000 میلیارد، ولی درستش همون تریلیونه. ولی این کافی نیست. کمبود بودجه دولت حدود 300,000 میلیارد، نه 16,000 میلیارد. خب دولت طرح دیگری داره، میخواهد 3 رشته دیگر اقتصادی نظیر پالایشگاه ها، صنایع فلزی و صنایع خودروسازی را هم به بازار عرضه کنه و انتظار داره 80,000 میلیارد تومان هم از اون رهگذر به دست بیاره. 80,000 میلیارد به علاوه 16,000 میلیارد میشه 96,000 میلیارد. در برابر 300,000 میلیارد تومان تقریبا 1/3 میشه و جبران نمیکنه. پس ناگزیر دولت باید به این برنامه ادامه بده، شرکت های دیگر رو هم به میدان بیاره. فعلا 2 شرکت دیگه ازشون نام برده شده، 2 تا تیم فوتبال، استقلال و پرسپولیس. دولت سهام خودشو از این 2 شرکت هم به بازار میاره. ولی باز کمبودش جبران نخواهد شد. باید ببینیم تا کجا میتواند در عرضه این شرکت ها به بازار جلو بره. خب ولی اینا برای رفع کسری بودجه دولت. خب در مقابل این دولت کمک های بسیار سخاوتمندانه که به مردم میکنه در مقوله کرونا، اینا حیرت انگیزه. یعنی بس دیگری واردون نخواهم شد، فقط عرض میکنم این رو. دولت برای مردم کرونا زده، شما میبینید که کشورهایی که ما هستیم، آلمان چه میکنه، انگلستان چه میکنه، فرانسه چه میکنه، عرض کنم آمریکا چه میکنه. اینجا حقوق تمام کارمندا، کارگران، برای تمام درآمد تمام مغازه ها رو میفرستن، کرایه شون رو میپردازن، کرایه خونه ها رو میپردازن. و این طرح رو به نام طرح فرلو در انگلستان تا آخر جون میخوان ادامه بدن. تمام هزینه پیامدهای اقتصادی این برای من اقتصاددان سرم سوت میکشه چه اتفاق خواهد افتاد، ولی موضوعی که اتفاق میفته این کمک ها رو میکنه. دولت ایران برای هر نفر 13 دلار کمک میکنه، بیشترین رقم 60 دلار. یک کمکش یک بار میکنه، 60 دلار کمک میکنه برای هر نفر، نه هر ماه، نه هر روز، نه، یک بار این کمک رو میکنه. 200,000 تومان و 60,000 تومان، 600,000 تومان. بعد دیگه وام 1,000,000 تومانی هم قرار بده. این وام 1,000,000 تومانی هم میشه حدود 130 دلار. این رو با بهره 12% میده که طی 2 سال از یارانه‌شون کم خواهد ده. این کمک سخاوتمندانه دولتی است برای مردم گرفتار کرونا میکنه. خب پس از این قضیه بگذرم که کسری مالی عمومی دولت در حال راه‌های ترمیمش چیه، دولت کدوم قدم‌ها رو برداشت. اینو بذارین در یک پرونده توجهتون از اونجا برگردونید. میرم به سر موضوع اساسی. موضوع اساسی این است که گزارشایی که امروز هم علنی شده، من امروز هم مصاحبه ای در این زمینه ایران اینترنشنال داشتم به همین موضوع ارتباطش، مصاحبه هم دیروز اونم به همین موضوع ارتباطش، من در جمعای اقتصادی قضیه صحبت کردم. ببینید نهادهای امنیتی دولت و نهادهای سیاسی دولت، نظام
از جمله رئیس جمهور سابق آقای خاتمی، دیگران همه هشدار میدن که طی 3 تا 5 ماه آینده در ایران شورش هایی سر خواهد گرفت. این شورش ها از نظر کمیت بزرگتر از شورش های دی و آبان خواهد شد و از نظر کیفیت هم متفاوت خواهد شد. خب این مسائل امنیتی است که من عرض کردم در کم داوری ندارم. این ارزیابی رو نهادهای امنیتی میده. نظام در برابر اینا چه میکنه؟ یکی آمادگی سرکوب پیدا کنه. اعلام کردن که در 1300 در نتیجه انتظار دارن اونایی که به خیابون میان این دفعه طبقه متوسط نخواهد، چون طبقه متوسط سرکوب کردن در جنبش سبز و بعد از اون عملا خلعیتشون کردن. اونا جرأت بیرون آمدن ندارن. این بار حاشیه نشین های تهران یعنی قیام گرسنگان خواهد. اینا میام ببینید. از کردم این شورش ها و این گزارش ها گزارش های رسمی دستگاه که به نظام میدن. نظام در برابر این هاش بسید که برنامه یا استراتژی دقیق دولت در این زمینه چی؟ ببینید شما دیگه این یکی دو ماه گذشته بورس رو نگاه بکنید. بورس طی 2 هفته گذشته حدود 20% به شاخصش افزوده شد. از اول تا الان 50 روز، در این 50 روز 91% افزایش پیدا کرده. یعنی شما اگر 10 میلیون گذاشته بودید الان شده 19 میلیون. به این ترتیب انگیزه و جذابیت فراوان برای همه داره که برای اتومبیل پراید داره بفروشه، بیاره سهام بورس رو بخره. کنار این شما بگذارید تمام تبلیغات رو از شخص رهبر که وارد میدان شده برای تبلیغ بورس، رئیس جمهور که با وقاحت تمام داره تبلیغ میکنه، تمام وزیران، بسیاری از مجلسیان، صدا و سیما و امام جمعه ها صحبت از بورس میکنه و مردم هم صفای کیلومتری بستن برای خریدش. فقط من آمار دیروز خدمتتون میگم 1400 هزار میلیارد تومان، 1400 هزار میلیارد ریال، به ریال 1 تریلیون و 400 میلیارد تومان دیروز فقط خریدهای کوچیک، یعنی شرکت های بزرگ به افراد منفرد منتقل شده سهام بورس، خرید بسیار کلانی. این پروسه ادامه داره. ولی موضوع چیست؟ ببینید نظام معتقد است که قیام از طرف گرسنگان خواهد. حاشیه نشین های تهران که در حدود 5 میلیون اینها رو اگر به میدون بیان و سرکوب بکنند، خب پیامدهای گرانی برای خود نظام داره. نظام سعی میکنه که حد اکثر کوشش بکنه کار به سرکوب نرسه. خب چی کار باید بکنه؟ باید به اینا پول برسونه. با این 13 دلار و 60 دلار که نمیشه جلوی کار بگیره. در نتیجه یک حکم تکراری از رهبر گرفتن که سهام عدالت قابل فروش شد. سهام عدالت که داستان طولانی داره، اگر در پوز و بازش بازخ جزئیاتی خواستید برات توضیح عرض خواهم کرد، قیمت هر سهم عدالت رو امروز 12 میلیون تومان اعلام کردند. هر خانوار به طور متوسط 3 تا 4 تا سهم عدالت داره. می شود 36 میلیون تومان تا 48 میلیون تومان. اینا رو در بازار بفروشن، هر خانوار حاشیه نشینی که عضو کمیته امداد امام یا کمیته بهزیستی است میتونه حدود 30 تا 50 میلیون تومان گیر بیاره. اینا رو از کجا گیر میاره؟ عجیبه کی؟ عجیب طبقات متوسطی که اینا پاشناشون میکشن که بیان در اونجا سهامی که اونجا فروخته میشه از خیلی هاشون میشود نام برد. اینا شرکت های ورشکستن، شرکت نفتی، شرکت پتروشیمی، حتی شرکت پولاد، اینا شرکتی هستند که سهامشون به شدت افت کرده، در حالی که در بازار چندین ده برابر قیمتش قیمت گذاری شد. من درباره مکانیزم والویشن، ارزش گذاری اینا توضیح دادم در مصاحبه که ما در ایران نظام ارزش‌گذاری والویشن نداریم. نه فقط نظامشو نداریم، شرکت‌های غیر زینف، بی‌طرف، حرفه‌ای که ارزش‌گذاری می‌کنن برای شرکت، شما بدین 4 شرکت ارزیابی می‌کنن، تفاوت اینا چون متداشون یکیه، تفاوتشون بسیار ناچیزه. در نتیجه چیز ابجکتیو و علمی است این ارزش‌یابی که ما متدای اینا رو می‌خونیم و درس می‌دیم. علاوه این در نظامی انجام میگیره که خود واحد پول از ثبات برخوردار باشه.
پولی که 43% به صورت رسمی تورم داره بالاخره ارزش گذاری با پوله. شما امروز قیمت میذارید 6 ماه بعد 20% عوض شد، اگر حد ارزش گذاری شما درست باشه. به این ترتیب ارزش گذاری در ایران به این دو علت ممتنع. علت سوم اینه که برخلاف تمام دنیا، بورس در ایران یک سازمان مستقلی به نام بورس نیست. در تمام بورس های جهان شما اطلاعات اینسایدر داشته باشید این قدغنه. یعنی منه که وزیر باشم، پسرخاله من بره خرید بکنه، بعد معلوم بشه که اون پسرخاله از طریق من مطلع بود که دولت چه تصمیمی خواهد گرفت، در اینجا هم من مجرم شناخته میشم، همون پسرخاله من مجرم شناخته. در تمام کشور اینطوری. در ایران 90% این شرکت های بورس مال نهادهای انقلابی هستند که نه فقط اینسایدر، اصلا خودشون هم تصمیم گیرنده خودشه، اجرا کننده هم اونجا خودشه. در اینجا مقوله اینسایدر وجود نداره، پس در اینجا ارزش گذاری وجود نداره. بنابراین می شود که همانطور که انجام دادن، مثلا از شرکت، از در واقع از یک کانگلومریت، از یک هولدینگ تبرک که تمام شاخصه نشون میده ورشکسته هست، امروز قیمتش بالای 100 برابر ارزش واقعی در بورس ارزش. این سهام عدالت میرن چیکار میکنن؟ دارنده سهام عدالت، فقط این توضیح مختصر بدم، سهام عدالت رو دادن از یک هولدینگ دادن، نگفتن که سهام مثلا شرکت آزمایش رو یا مثل سرچشمه رو به شما میدیم، گفتن که از این 49 شرکتی که گذاشتیم توی این سبد یک سهم مال شما. حالا میرن به اینا میگن شما مجازید برید به بورس شرکتش انتخاب بکنید، شرکت سرمایه پذیر بهش میگن، شرکت سرمایه پذیر انتخاب کنید، اینو بگین که من سهم من از این شرکت مثلا مثل سرچشمه، بعد این رو بفروشید. گفتن راه فروشم دارید، راه نگرداشتم دارید، وارد جزئیات نمیشن. اگر اینا بفروشند و اون قیمت که اینا خودشون اعلام کردن وصول بشه 12 میلیون برای هر خانواده بین 35 36 میلیون تا، پس این چقدر چند سهم داره؟ چون سقف هر خانوار برای داشتن سهام عدالت که عملا مجانی داده میشد، اون روز که هر سهم عدالت 1000 تومن بود 5000 تومن اعلام شد، یعنی هر خانواده میتونست 5 تا سهم داشته باشه. شما 4 تا متوسط بگیرین، 4 تا 12 میلیون میشه 48 میلیون تومن. 48 میلیون تومن از جیب طبقه متوسطی که پرایدش فروخته اومده اونجا منتقل میشود به جیب حاشیه نشینی که احتمالاً بیاد خیابون شلوغ. این انگیزه شلوغ کردن خودشو فعلا از دست میده. خب اون یکی 3 ماه 6 ماه، بس این که این قابل سنجشه، بس این که کدوم فاکتورها عوض بشه، بعد ورشکست میشه، سهام میره پایین. 20000 نفر سهامشون رو با پولشون رو باختن، چه میشه؟ 20000 نفر اول نیرویی نیست در برابر دولت نظام مقاومت کنه. تازه مال باختگان چیکار کردن؟ تازه مال باخته حقی داشت که این نداره. مال باخته میگفت من پسنداز کردم، پسنداز منو بدید. در حالی که این میگه من معامله کردم، در بورس رفتم، میگه چشمت کور، میخواستی خرید نکنی. در نتیجه تازه اگر طغیان کنه میزنن تو سرش. طبقه ای که به لحاظ سیاسی سرکوب شده، وقتی 3 میلیون نفر آورد خیابون سرکوب کردن، امروز 20-30 هزار نفر بیاد سرکوب میشه به راحت، ولی جلوی اون سرکوب گرفته میشه. در نتیجه استراتژی بزرگی که به دقت سنجیده شده عبارت از این است که این مسئله به تعویق انداخته بشه، که دولت از این ستون و آن ستون مجالی خریده بشه کارایی بکنه، در این مدت طبقه متوسط به لحاظ سیاسی شکست خورده، بخششون ورشکسته میشن، پولشون منتقل میشه به اون طبقات پایین، تا این آرامش در این 6 ماه 9 ماه آینده حفظ بشه. اینو پروژهش که انجام میگه. در مورد فنیات این که چگونه این عرضه میکنن، عرض کنم بله، عرض من این بود، فکر میکنم اون چارچوب قضیه رو خدمت دوستان توضیح دادم که اون اتفاقی میفته در ایران اینه. الان قطعا پیرو در حاشیه این سوالهای خیلی زیادی مطرح است، میشود این رو صحبت بکنیم. عرض کنم در مورد مکانیزم بورس میشه صحبت کرد، در مورد اینسترومنت هایی که به اون صورت عرضه میکنن سهامشون رو میشود گفتگو کرد. همه اینا جنبه های فنی قضیه است، من وارد جزئیات فنی نشدم، فقط در چارچوب این اون تحولی که در مورد پول ایران و تبدیلش به میان آوردن این قضیه مطرحه، برای عموما برای شروع کردن موضوع که از تومن 4-0 رو برمیدارن از پول، از این هم اینا مسائل حاشیه‌ای است، به اصطلاح آتش پهلویی است که توجه ها رو به جایی دیگه
معطوف بکنم. اصل قضیه که در ایران امروز اتفاق میفته این مسئله است. یه جراحی بسیار بزرگه، یعنی to rob Peter to pay Paul، از جیب پیتر برداریم بریزیم به جیب پول. و این قضیه صرفاً برای رفع کمبود دولت نیست، از قبلم این درآمدها به جیب دولت نمیره، به جیب دولت اونا میره که شرکت های دولتی واگذار میشه حداکثر 100 هزار میلیارد تومان و برای بقیه شما فکر دیگری بکنه. این مسئله از جیب یک طبقه به جیب طبقه دیگری منتقل میکنه با یک جراحی، با یک وقاحت تمام. رئیس جمهور اعلام میکند مردم دنیا چش دیدن ما رو ندارن. اینا وقتی میبینن که بورس ما ترقی میکنه نمیتونن ببینن. شما به گوشاتون پنبه کنید، به این حرفا گوش ندید، این سفارش دیروزشون. به این ترتیب یک گردونه یا آسیاب بسیار تون در حال گردشه، هدفش مشخصه، تا کجا بتونن پیش ببرن. تا کنون موفق بودن در این اجرا، یعنی تا زمانی که سرمایه گذاران آمادن برن فرش زیر پاشونو، پراید قرازه زیر پاشونو بفروشن بیارن اونجا، اینا موفق، اینا میرن جلو که موفق باشن تا ببینن کجا. اگر موفق نبودن ممکنه پس بگیرن. اتفاقات دیگر که میتواند بیفتد، اگر اون اتفاقات بیفتد، از عرایزم نتیجه گرفتم دوستان عزیز. من فکر کنم که توقف بکنم، میدان رو برای پرسش و پاسخ باز بکنیم. سپاسگزارم جناب دکتر. اینقدر مسئله شما جالب و پررنج و پیچیده است و که به هر حال واقعا اینو حذف کردنش، واقعا که این حکومت داره چه کار میکنه، طبق همون صحبتهایی که قبلا هم در مورد موضوعات اقتصادی دیگر داشتید، واقعا اون وقاحتی که شما به کار بودید کلمه بسیار خوبی است در مورد این نظام. اما دوستان در نوبت هستن. من فرمودید که شرکت‌های ورشکسته وجود داره که دولت میگه که بیان سهم اونها رو یا حکومت سهم اونها رو بخرن و بعد بفروشن. اگر درست متوجه شده باشم، اون وقت چه کسی حاضره این سهم‌ها رو بخره؟ یعنی از این بقول شما از این جیب به این جیب شدن، کی حاضر است که این جیب دوم رو داشته باشه که سهم رو بخره؟ آیا اون مردمی که دیگه بقول شما پراید و فرش زیر پا رو همه رو فروختن و گذاشتن تو قسمت سهام و با این هم که میگید که صف تشکیل دادن و ایستادن و دارن به قولی سهام رو میخرن، اون عده دیگر از کجا باید این پولو داشته باشن که این سهم رو بخرن؟ و بعد این حجم نقدینگی الان در کجای بازار وجود داره؟ در جیب مردم هستش؟ در جیب دولت هستش؟ کجا هستش که یه همچین نقدینگی وجود داره که بیان بریزن به حساب و سهام رو به حساب خریداری بکنن که تا بعدم بتونن دوباره این رو بفروشن؟ و مسئله بعدی، اصلا اطمینان به این کار حکومت کجای کار قرار داره؟ حکومت این اطمینان رو چجوری به این مردم خودش میده، یا نظام چجوری حکومت رو به مردم میده که خب شمایی که سهام رو خریدید به قول شما میخواستید نخرید، معامله کردید، معامله ضرر کردید، رفته پیکارش، اما بالاخره وقتی که کسی یه سهامی خرید و بدل میکنه، حداقل ما اینجا تو اروپا میبینیم حداقل یه انتظار برنده شدنی داره، حالا ممکنه در سطح پایین تر بفروشه ولی حداقل این وجود داره. سوال اینه که این اطمینان از کجا میاد، این خریدار بعدی سهام از کجا میاد، و این حجم نقدینگی که الان وجود داره و طرف این پولو میده آیا واقعا وجود داره، یا اینکه اینا همش سوریس و به قول معروف شوه هستش؟ من تمام. عرض کنم که در مورد شرکت شرکت ها و ارزش گذاری ها و ورشکستگی ها، اینا اونایی که شرکت ها رو میشناسن در ایران این گفتگو زیاد هست. اینا ورشکستگی خیلی شرکت ها رو اعلام کردن، گفتن ورشکست. بسیاری از شرکت ها نفتی و پتروشیمی هستن، اینا قیمت هاشون به ایجه با این تحولات بازار نفت همه این سهام افتاده. بسیاری از این شرکت ها هستن که با نام، مثلا از گروه تبرک نام بردم، خیلی از شرکت ها دیگه چند سال گذشته مرتب اعدام زیان کرده. این شرکت های مشمول سهام عدالت دیگه 12 سال هیچ بهره ای رو نشون ندادن، یعنی سودی نشون ندادن، در نتیجه سهامی هم قرار بپردازن نپرداختن، به جز دو تا استثنایی که عرض کنم ارقام ناچیزی برای تعداد محدودی دادن. در نتیجه در ایران گفته می شود که حدود 70% شرکت ها ورشکسته است. منتها چرا این معلوم نمیشه؟ برای اینکه در ایران اون نظام ارزش‌گذاری وجود نداره و این شرکت‌ها مال خودی، دم دستگاه خودی هن.
قیمت ها رو خودشون اعلام میکنن میگرن بازم. مردم چرا قبول میکنن؟ مردم شاخص رو میبینن، مردم میبینن که دیروز 1 میلیون گذاشتن، امروز رو 1 میلیون پوزه ادام درش سود بود و این قضیه 2 ماهی که ادامه داره. در نتیجه در این 2 ماه اندی مردم به تجربه دریافتن که سود داره. مسئله نقدینگی در ایران، نقدینگی در 4 تا نهر جریان میکنه. این نقدینگی کلانی که گفتم حجمش از حجم تولید ملی بالاتره، این در بازار طلا، در بازار ارز، در بازار مسکن و در بورس را میفته. الان 3 بازاری دیگر عملا بستن، یعنی بازار مسکن چون با رکود قریب روبروست هیچ خرید و فروش انجام نمیگیره، عرض کنم قیمت ها بالاست ولی نه خریدار نه فروشنده وجود نداره. بازار طلا عملا بازار تعطیلی است، برای اینکه حتی اونایی که برای فروش طلای خود مراجعه کردن خریدار پیدا نکردن. بازار ارز هم ممنوعه، بازار سیاسی است. در نتیجه اولا امنیتی است بازار، وانگهی با قیمت‌های ارز موجود امنیتش کمه، مردم خودشون میترسن که فردا اگه دلار پایین رفت چیکار بکنیم. در این شرایط که عمدن مهندسی شده این 3 بازار بزرگ بسته است، تمام نقدینگی رو حواله کردن به طرف بورس. و این فقط در ایران نیست، در زیمبابوه هم اینطوری شده، در ونزوئلا هم اینطوری شده. یعنی در این کشورهای دیکتاتوری فاسد بورسان که رونق گرفتن در این شرایط، برای اینکه نقدینگی هر جا تعطیل میشه نقدینگی رو میاره به بورس. و اینکه تمام نظام بسیج شده برای تبلیغ بورس، حتی دولت میگه ما ترمیم میکنیم، ما تضمین میکنیم، بیان که بگی چی رو تضمین میکنید؟ یعنی من زیان کردم شما زیانش میپردازی؟ اگر ورشکسته شد شما؟ نه، چنین چیزی وجود نداره. حرف مفت تحویل مردم میدن. در نتیجه این قضیه بستگی به اینه که دولت کیه دست از این دست خودش از پشت بورس برده. و اینم توجه کنید که ببینید تعطیلی بازار مسکن برای دولت مدت طولانی امکان نداره، برای اینکه اقتصاد زمینگیر میکنه. بخش مسکن یکی از موتورهای رشده، این باید را بیفته. در نتیجه دولت به مدت 3 ماه، به مدت چند ماهی که بتونه سهام آب بشه و این نقل و انتقال انجام بگیره، از این قضیه حمایت کنه. 100% این شرکت هم ورشکسته نمیشه، حدود شاید 70-80% ورشکست بشن. در نتیجه بسیاری از مردمی که وارد بورس شدن پولش رو میبازه و این نقل و انتقال انجام میگیره. مهم این بازندگان نیستن از نظر نظام، مهم اون برندگان هستن که به اینا گفتن که شما میتونید سهام عدالت رو نگه دارید. اونا که نگهداری بکنند 150 هزار تومان سود دریافت میکنن در 3 پرداخت، هر پرداخت 50 هزار تومان. 50 هزار تومان میدونی چیزی نیست، در ایران هیچ چیزی رو نمیخره، ولی این مقدار سودی است که تعلق میگیره. و برای گروه دومی هم نصف اون رو میپردازه، تعریف هایی که وجود داره. در نتیجه دارنده سهام عدالت نمیرود که این 150 تومان رو بگیره، این کاری نمیکنه براش. میدونی که آخرین رقمی که در مورد خط فقر در ایران محاسبه شده 9 میلیارد تومنه، یا عذر میخوام 9 میلیون تومنه. یعنی در تهران برای خانواده 4 نفری 9 میلیون زیر 9 میلیون زیر خط فقر، در حالی که حقوق یک کارمند 1.5 میلیون 2 میلیونه. یعنی کارمند به صورت رسمی در زیر خط فقر میمونه و این فقرا در نتیجه ناگزیرن فقط ببرن سهامشو بفروش میفروشن و اینا رو کسانی اونجا میخرن. اونایی که میخرند اگر هلدینگای بزرگ بخرند، اینا این کارو نمیکنن معمولا. یعنی در اصطلاح بورس ایران گفته میشه که حقوقی ها فروختند و حقیقی ها گرفتند، یعنی افراد و حقیقی میرن با سرمایه کوچیک، اینان که اینا رو خرید میکنن. این پولایی که در دست طبقه متوسط جمع شده به هر صورت یا پس اندازه یا اتومبیل یا فرش زیر پاشونه، اینه میارن آب میکنن، پول منتقل میشه. این جراحیه، یعنی یک مهندسی اجتماعی دارن. بله، سپاسگزارم از جناب دکتر. دوستان عزیز تعداد زیادی در نوبت هستند، لطفاً در 3 دقیقه حد اکثر سوالتون رو مطرح کنید. میدونم مسئله اقتصادی سه خودت مقدمات داره، ولی سعی بکنید که در 3 دقیقه سوال تموم بشه. آقای پرنان، شما از اول نوبت زده بودید، بفرمایید. خواهش می‌کنم آقای اسماعیل پرنان. درود بر شما و درود بر مهمان گرامی دکتر منصور. پرسشی که از دکتر دارم اینه که مجلس تصویب کرده که واحد پول از ریال به تومان برگردانده شده و 4 صفر از اسکناس ها برداشته میشه. آیا این در
اقتصاد ایران تأثیر خواهد داشت با تغییر ریال به تومان و با برداشتن 4-0؟ سپاسگزار میشم. از خیلی متشکرم. به خلاصه دوستان عزیز، ببین آقای پرنان، این قضیه از 1993 مطرحه در ایران. امروز این قضیه عملی شده و به تصدیق رسید. موضوع تازه این نیست. در سطح جهان از 1960 تا کنون بیش از 70 کشور این کار کردن و اینا معمولا کشورهایی هستن که ارزش پول از دست میره، بعد میبینن که شما برای خرید مثلا 1 کیلو ماست برای چندین هزار واحد پولی باید ببرید، در نتیجه حمل و نقل پول مشکله، اون وقت اثر روانی هم رو مردم اثر میذاره، تصمیم میگیرن که این عوض کنن. منتها بعضی از کشورها مثلا 6 بار عوض کردن. عرض کنم ونزوئلا در سال 2018 5-0 رو از بولیوار حذف کرد، ولی بعد مدت بسیار کمی مجبور شد دوباره 3-0 دیگر، یعنی پول جدید دوچار همون پول سرنوشت پول قبلی. بعضی از این کشورها موفق انجام دادن، نظیر آلمان بعد از جنگ این موفق انجام داد، یا نظیر ترکیه اخیر این موفق انجام داد 5-0 حذف کرد. چرا بعضی موفق میشن بعضی موفق نمیشن؟ از نظر اقتصادی عرض میکنم براتون، حذف 0 از پول ملی قدم اول لازم نیست، قدم آخره. یعنی چه؟ یعنی که اول باید شما ریشه تورم رو کنترل کنید، بخوش کنید، وقتی تورم به کنترل درآمد 0 رو حذف کنید، ولی اون اگر اون موتور ایجاد تورم کار بکنه شما 0 رو حذف کنید، در عرض مدت بسیار کمی پول جدید شما مشمول همون سرنوشت میشه، مجبور 6 بار پی در پی 0. ما کشورهایی داریم که 18-0 حذف کرد. یا مثلا آخرین پولی که زیمبابوه چاپ کرد، ببینید واحد اسکناس دلاره، دلار زیمبابوه، بزرگی دلارش تجسم بفرمایید 100,000 تریلیون دلار، 100,000 تریلیون دلار تو کاغذ چاپ میکنه، این پولشه. با این شما میرید چند کیلو سیب بخرید. خب این چیکار باید بکنه؟ باید بیاد مثلا 12 تا 15 تا 0 حذف کنه. پس به این ترتیب ایران این کارو میکنه. این هیچ ربطی به تورم نداره. در روی تورم یه اثر مختصری داره که خدمتتون عرض میکنم جدا. ولی شما اگر سیاست پولی و سیاست مالی، دو تا سیاست، سیاست پولی و سیاست مالی، سیاست پولی یعنی کنترل کردن حجم پول، سیاست مالی یعنی سیاست مربوط به مالیات و سرمایه گذاری، اگر اینها موفق شدند تورم کنترل کنند، گام بعدی شما حذف 0 است، برای اینکه دیگه خطر تورم وجود نداره. الان این 0 رو بردارید با تورم 5% زندگی کنید. ولی در ایران چنین چیزی انجام نگرفته و وجودم نداره، چون موتور تورم داره همچنان کار میکنه. از کردم روزانه 1,400,000 میلیارد تومان، یعنی 1,400,000 میلیارد تومان، 1,400 تریلیون تومان افزوده میشه به این نقدینگی در هر روز، در حالی که رشد اقتصادی منفی 6.5% رقم رسمی. به این ترتیب اون اثر مختصری که عرض کردم روی تورم خواهد داشت، افزایش تورمه نه کاهش تورم. نمونهش خدمتتون میگم، وقتی پول فرانک فرانسه شد یورو، 6.5 فرانک شد 1 یورو. ما دیروز میرفتیم به کافه یه قهوه میخوردیم، کافه اکسپرسو، قیمتش بود 2 فرانک. این 2 فرانک باید میشد 0.33 یورو، نه قیمتش شد 1 یورو، یعنی قیمت قهوه 3 برابر شد. و خریدارم زیاد دردش نمیاد، برای اینکه وقتی به جای 3 فرانک یه 2 فرانک بهش میدن که 1 یورو بدید، این حس میکنه که از اونترم شده، دیروز 3 تا میداد امروز 1 دونه میده. در نتیجه در چنین تحولایی که پول ضعیفتر به پول قویتر تبدیل میشود، معمولا قیمت بالا میره. یعنی کالای 3,000 تومانی امروز باید بشه 3 تومن، ولی هیچ تضمین وجود داره که 3 تومن 5,000 نشه. عنایت بکنید، کالای 10,000 تومانی امروز باید بشه 10 تومن، ولی هیچ تضمین وجود نداره 11 تومن نشه. به این ترتیب اینو میگیم اثر تورم انتظاری که روی چیز میگذره، خریدار دردش نمیاد که پول بیشتر بده. در طرف معکوس کسی که دیروز 10 میلیون تومان میگرفت، امروز 1 میلیون میگیره. این به نظرش میاد که کمه، در حالی که همون پوله، فرق نکرده، اون احساس میکنه کمه. موقع خرج کردن حس میکنه که اشکال نداره یکم بیشتر بپردازه. این آثار اثر روانیه در اون مدت موازی معمولا حل میشه، چون برای اجرای این سیاست 2 سال وقت گذاشتن بانک مرکزی، تا 4 سال ممکنه تمدید کنه. در این 2 سال به صورت موازی عمل میکنن.
آثار مختصری دیگری هم داره، وارد اون قضیه نمیشم. مثلا حجم پول در جریان رو کم میکنه، هزینه چاپ پول مستحرک شده رو کاهش میده. در ایران 9 میلیارد عدد اسکناس وجود داره الان. این به جای 9 میلیارد کمتر میشه. بانک مرکزی رقمی داده، به نظرم درست نیست، تکرار نمیکنم چقدر میشه، ولی اصولا باید 1000 برابر کمتر بشه حجم پول در گردش. در نتیجه هزینه چاپ و امها، یعنی از بین بردن پول کهنه شده، کمتر میشه برای بانک مرکزی. از نظر سیستم حسابداری، حسابداری باید عوض بشه. شرکت ها باید واحدهای دفتراشون رو عوض کنن. این طول میبره. دیگه از نظر روانی هم باید عادت کنن. از این نظر 2 سالی بهش وقت گذاشتن. در این 2 سال پول جدید با پول قدیم به موازات خرج میشه تا مردم عادت کنن بهش. ولی این هیچ تضمینی برای تاثیر روی تورم نیست. سپاس جناب دکتر. با درود به دوستان، جناب آقای دکتر منصور، من سری سوالو میکنم که 3 دقیقه تموم نشه. جناب دکتر منصور، شما یه توضیح دارید در مورد کسر بودجه 300 هزار میلیارد تومان که 100 هزار میلیاردشو با اون فروش اون 5 تا شرکت، اون 3 بانک و 2 شرکت شما در موردش محاسبه کردید. نظر شما چیه تو رابطه با بقیهش 200 هزار میلیارد بقیهش؟ فکر میکنید دولت چه کار میخواد بکنه؟ برای من جالبه، بخاطر اینکه خب اینکه فروش شرکت ها در برنامه کار باشه برای دولتی که کسی بودجه داره چیز عجیبی نیست. تو ایران مشکل اینه که اینا ارزش گذاری سهام و زیادی بردن بالا که بتونن از این طریق بیشتر پول در بیارن. نظر شما میخواستم اینم چی هست در مورد بقیهش، اون 200 هزار میلیارد بقیهش؟ سوال دومی که داشتم تو رابطه با سهام عدالت بود، به خاطری که تا اینجا که من اطلاع دارم، حالا نمیدونم درست هست یا غلط، هر ایرانی یه سهام عدالت داره که به اصطلاح با فروشش الان میتونن اینا اون بودجه رو به اصطلاح تهیه کنن. من اون تیکه محاسبه شما رو متوجه نشدم که چطور میتونه دولت در برابر سهام عدالت یه چیزی بوده 12 میلیون تومان به هر نفر، حتی حدوداً شما فهمیدید، به هر نفر بده و تقسیم این به چه شکل هست؟ به خاطری که اگر قرار باشه که هر نفر سهامی داشته باشه بفروشه، بعد بخواد دوباره تقسیم بشه، نباید خیلی متفاوت باشه، مگر اینکه دولت اونو بیاد بر اساس اون برنامه‌ای بذاره که اینا یارانه میدن، که بخش عمده از یارانه رو حذف کردن، فقط برای یه عده ضعیف اونو نگه داشتن. شاید به این شکل شما منظورتون. من اگه به یه توضیح کوتاه بدید ممنون میشم. با سپاس از شما. بله بله، سوالتون در واقع سوال مفصلی است، ولی مختصر است. من ببینید، در مورد کسری بودجه دولت اعلام کرده در این پکیجی که به بازار آورده 16.5 هزار میلیارد تومان برآورد کرده. این برای 3 بانک، ملت و بانک ملی و ملت و صادراته، بله، به 2 شرکت بیمه البرز و امین. از اینا 16.5 هزار میلیارد تومان. بعد از اون گفته 3 تا هلدینگ دیگر رو در آینده نزدیک، یعنی در چند ماه آینده، میاریم به بازار. اینا شرکت های پالایشی و فلزی و خودرو هستن. از اینا هم حدود 80 هزار میلیارد تومان میخواد تامین کنه. مجموعاً تقریبا میشود 100 هزار میلیارد تومان. اون ارزیابی من در روی کسری بودجه بجاست که کسری بودجه با هزینه های کرونا حدود 300 هزار دارد. در این صورت دولت باید این پروژه به میدان آوردن و قابل فروش کردن این شرکت ها رو ادامه بده. اگر ادامه نده، کسری بودجهش تامین نمیشه و ناگزیر دولت طبق معمول به بانک مرکزی متوسل میشه و استقراض میکنه. استقراض کردن چون معمولا پس نمیده، عملا به معنی چاپ پوله و در تورم سرشکن میشه. این اون داستانه. و اما در مورد سهام عدالت، ببین، داستان سهام عدالت خیلی مفصله. از سال 1385 شروع شد. آقای احمد نژاد اعلام کرد هر سهم عدالت 500 هزار تومان بود. بعد ایشون فرمودن که این بشود 1 میلیون تومان، شد 1 میلیون تومان. برای هر خانوار اینا رو بدید، برای کمیته امداد مجانی بدید و کمیته بهزیستی مجانی بدید و بعد بقیه بیان 500 هزار تومان بدن و بخرن. عرض کنم این رو آقای روحانی جا انداخت که نه، اونایی که قرار بود مجانی بخرن، نه 500 هزار تومان بدن بگیرن. بسیار خوب، حتی اونایی که امروز ندادن به اونا نصف سود رو میپردازن. از این نظر 2 گروه سود بگیر وجود داره، اونایی که پرداختن، اونایی که نپرداختن. اونایی که نپرداختن نصفشو میگیرن. اگرم بفروشن سهام رو، نصف قیمت اون سهام رو دریافت میکنن.
از این جزئیات مهم بگذرم، این رو خریدارش دولت نیست، پولش هم دولت نباید بده. این رو اعلام کردن که قیمت هر سهم عدالت 12 میلیون تومان طبق ارزیابی. به این ترتیب در بازار برای این زمینه سازی کردن در بورس که فروشنده صاحبان سهام عدالتن، یعنی خانواده های کمیته امداد امام اینا، خریداران طبقات متوسطی هستند که وارد اونجا شدن که از این شرکت ها امروز بخرن فردا گرون‌تر بفروشن. یعنی اونا میخرن، پول از جیب طبقه متوسط میره جیب اینای دیگه. حالا اگر فردا اینا نتونن بفروشن یا بازار این قیمت رو نپردازه، زیان کننده اون خریدار. حالا ممکنه چند بار دست به دست بشه. من توصیه‌ای که چون مرتب سوال میکنن ما چه کنیم، گفتم من 4 تا شرط گذاشتم. ببین 4 تا. اولا وارد بورس نشید. 1، اگر وارد بورس اون سرمایه رو به بازار بیارید که اگر باختید کمرتون رو خم نکنه، یعنی سرمایه ریسک رو روی سرمایه قابل تحمل بذارید. 3، موقع خرید کردن از صاحب نظران غیر زینف که هستن در ایران، شرکتای وجود دارن، از اونا مشورت بخواید. برای که اونا میرن دفاتر و ترازنامه شرکت ها رو مطالعه میکنن، میبینن کدوم شرکت ورشکسته نیست، درمجه با نظر اونها معامله کنید. 4، این که روی 1 سهم و 2 سهم سرمایه گذاری نکنید، یک سبدی از اینا تهیه کنید، مجموعه رو بخرید که 10 تا سهم دارید 7 تاشون ضرر کردن، 3 تاشون قرارن ضرر نکنن یا سود بدن. و 5 توصیه اینه که هر چه زودتر بتونید پاتون از بورس بکشید بیرون. یعنی امروز خریدید 1 میلیون تومان، فردا فروختید 1,200,000 تومان، اون 200,000 تومان بردارید. در نتیجه قماری که میخواید بکنید با پول سود، با پولی که از خود بورس به دست آوردید انجام بدید، سرمایه خودتون اونجا معطل نکنید. آقای دکتر طبیبیان یکی از اقتصاددانای محترم کشورمونه، ایشون جمله‌ای گفتن که به نظر من دقیق و درست بود. ایشون گفتن خرید بورس امروز در ایران به مانند سینمایی است که فیلم بسیار مهیجی نشون میده، مردم برای تماشاش میرن، در حالی که سقف سینما هر لحظه ممکنه سقوط کنه و مردم اونجا بمونن. از این نظر بونده به شانس مردم که کی این سقف سقوط میکنه و کی مردم بیرون رفتن. داستان اینه در مورد بورس. نکته دیگری فرمودی در مورد سهام عدالت بودجه. سهام عدالت به بودجه هیچ ربطی نداره، یعنی نه خریدش نه فروشش تأثیری روی بودجه دولت نداره. جناب بیت اللهی نوبت شماست، بفرمایید. جالب بود چهارا سلام این مجاهد دکتر. اولی که چطور مردم رو میشه ترغیب کرد که چنین کاری نکنن و آینده وقیری در پیش رو خواهن داشت؟ از طرفی به جای اون کار مثلا به طلا یا دلار یا ارز رو بیارن که شاید سالیتر باشه و بهتر بتونن اثر بذاریم، چون کل آمدن نوسان اون به این شدت بوش ممکنه، چون بوش ممکنه واقعا کرش کنه تمام از من بره سر بیار. چجور میشه چنین کاری کرد؟ چند روز هم قیمت دلار داره بالا میره و طلا یه چیز 670,000 تومان هر گرمی هست، یه سکه 7,000,000 تومانه. اون سالی تره به هر حال تا بورس که معلوم نیست چی هست و در واقع همونطور که فرمودید از کارخانجات یا شرکت هایی هست که هیچ بهره ای نداشتن تا حالا و درست هم رفتار نکردن. به هر چجور میشه مردم رو هشدار نشون اون هشداری رو داد که چنین کار نکنن و برای بورس نشن و به جاش برن ارز و طلا؟ جناب بیت الله عزیز، چگونه ترغیب رو میبینید؟ ببینید از شخص رئیس جمهور، وزرا، سپاه پاسداران، رادیو تلویزیون، امام جمعه ها، همه صحبت بر سر اینه که بورس ما رونق گرفته و شاخص هم دلیل قضیه است. مردم میبینن که 91% تا دیروز سرقی کرده در 2 ماه. در نتیجه سود آورترین چیز در ایران امروز این بورس. اگر کسی امروز وارد شد 2 هفته بعد خارج شد، خب ممکنه سودی با خودش ببره. اما اگر بمونه و اون لحظه ای که این به اصطلاح حباب بشکنه و بترکه، در این صورت خب ضرر خواهد. چرا وارد بازارهای دیگه نمیشن؟ عرض کردم بازارهای دیگه مسدود شده، یعنی بازار مسکن که نمیتونم وارد شم. من در تحقیقات دیگری که میکنم ارتباط دارم با ساختمانچی ها، اینا گفتن که ما ساختمون دم دست هست ولی خریدار وجود نداره، قیمت هم بالاست خریدار هم وجود نداره، اون متوقف عمل. حتی اونایی که بدهی بانکی دارن مجبورن به نصف قیمت بفروشن، نمیخرن. دنج بازار در حالت مرده است، بازار مسکن، و خیلی از اینا هم در معرض تهدید و خطرن، برای که
وام بانکی رو باید بپردازه، به هر قیمت حاضر بخشی از ساختمان های موجودش بفروشه، ولی خریدار وجود نداره. بازار دلار اینا میدیم بازار به شدت امنیتی است، از طرف دیگه بازاری است که تحت کنترل دولته. در ایران عرضه کننده ارز فقط دولته، در نتیجه دولت میتونه با این بازار بازی کنه و این بازار رو هر طوری که خودش میخواد باش بازی میکنه. در دراز مدت قیمتش بالا میبره برای اینکه معادل ریالی وصولی دولت بالا میبره، این اصل قضیهش. ولی در کوتاه مدت ممکنه 15,000 تا بیاره به 12,000 تا، خریدارا مشکسته بشه، در نتیجه مردم نگران اینن و وارد اون بازار نمیشن، به ویژه که الان دلار بالا رفته، فکر میکنه فعلا اشباع شده. دلار 16,000 تومانی برای مردم جذبه ای نداره، چشمانداز افزایش نمیبینه. عنایت میکنید در حالی در دراز مدت خواه و ناخواه این افزایش پیدا خواهد کرد، چون دولت راه دیگری برای تامین منبع ریالی نداره جز این قیمت ارز رو بالا ببره. به این ترتیب قضیه به نظر من از اون نقطه نظرها کاملا روشنه که دولت یا نظام در مجموع چه بازی رو در نظر داره این انجام بده. من عرض کردم مسئله طلا و ارز و مسکن نمیتونه برای مدت طولانی مسدود بمونه، این باید باز بشه. تصمیم رو با دولت بگیره کی این کارو میکنه، یعنی کی واقعا امکانات، چون امکان اهرمای متفاوت وجود داره برای برونخ کشیدن بازار مسکن وجود داره. اگر اون انجام بگیره نقدینگی متوجه اینجا میشه. فعلا این نقدینگی کلان که واقعا ویرانگره، تاکنون هم چندی مار به سونامی به اقتصاد ایران حمله کرده، این عملا متوجه این بازار بورس شده. نقدینگی بسیار کلان زیانمنده، غیر لازمه که در اقتصاد ایران وجود داره، یعنی رقمش از تولید ملی حدود 5-6% بالاتره تا 10% از خود تولید ملی، در حالی که نقدینگی باید در حدود 70% تولید ملی باشه، نصاب بین المللی شه. وقتی به 100% رسید یعنی بیمارگون است. در ایران 110% هم. آقای فرحی عزیز در نوبت هستید، بفرمایید. خواهش میکنم. دوستان درود آقای دکتر منصور، خیلی خوشحالم اینجا میبینمتون. من سوالم و البته یکی از دوستان تقریبا پرسید، شما یه مقدار بهش پرداختین، نمیدونم دیگه لازم باشه نه، ولی سوال من در واقع راجع به همین کسر کردن چند تا صفر از پول جان، با توجه به اینکه کشورهایی که یه ذره موفق شدن صفر پولاشون رو برزن، خب کارهای بنیادی اقتصادی کردن، اصولی انجام دادن تا تونستن به اصطلاح یه سرسامون رو میگیرن. با توجه به اقتصاد رانتی ایران و نمیدونم فساد و وضع که هیچ برنامه اصولی هم ندارن، سرانجام بعض پول و اقتصاد ایران در صورت کسر کردن این صفرا، عرض کردم پرداختی بشون، به کجا می انجامه؟ خیلی ممنونم، به اشاره فرمودید. من فقط فهرستی براتون میگم. ببینید از بین اون 70 فقره حصر صفرایی که انجام گرفت از 1960 تا کنون، آرژانتین 4 بار، یوگسلاوی 5 بار، برزیل 6 بار، بولیوی 2 بار، اوکراین 3 بار، بعد ترکیه، ایسلند، کره، گانا هر کدوم 1 بار. از 1930 تا کنون برزیل 18 تا صفر حذف کرده در 6 نوبت، یعنی 6 بار حذف کرده. نام پول خودش هم 8 بار عوض کرده. هلند در دهه 60 با موفقیت انجام داد، چون به اثر بیماری هلندی تورم بالای 100% پیدا کرده بود، منتها سیاست پولی دقیقی به اجرا گذاشت. بعد از موفق شدن اون سیاست 4-0 از پولش حذف کرد. ترکیه در سال 2005 6-0 رو حذف کرد. در سال 1988 دلار آمریکا بود 1480 1420 لیره، در حالی که در حاضر 2003 یه دلار برابر بود 5 میلیون لیره، مثل ریال امروز که از 7 تومن رسیده به 15000 تومن. خب اینا اول یه سیاست پولیه دقیق اجرا کردن، جلوی نقدینگی نقدینگی رو متناسب کردن با مقدار تولید ملی. وقتی در اونجا موفق شدن کار بزرگی هست، اون وقت صفر رو حذف کردن. اگر پیشاپیش این حذف کنید اون کار نکنید، هیچ اثری نداره و پول جدید قطعا دچار سرنوشت پول قدیم میشه. درود میگم خدمت دکتر منصور گرامی، خوب باشه، همچنان سپاس از صحبتاتون. من دو تا سوال دارم. یکی اینکه اون در مورد اون 700-800 میلیاردی که
زمان احمدی نژاد گم شد، آیا کلن در واقع گم شده، تموم شده؟ چون یک قلمه ظاهرن 150-60 میلیاردش یه دفعه هپلی هپو شد به قول معروف، اما باقیش معلوم نیست کجاست. آیا معلوم هست الان از این میتونن استفاده بکنن، میتونن تزریق کنن توی اقتصاد یا نه؟ البته سوال دوم من و جناب بیت‌اللهی فرمودن، اما من میخوام بگم که اگه ما از نگاه مبارزه مدنی نگاه بکنیم، توصیه‌ای که به مردم میتونیم بکنیم اینه که فقط از توی بورس، یعنی وارد بازار بورس نشن و مثلا بر فرض مثال برن وارد تا اونجایی که توانشون هست تبدیل بکنن مثلا به طلا و ارز، تا اون کلک دولت در واقع نتونه جایی که میخواد برسه نرسه، در این حال یه نافرمانی مدنی هم کرده باشن از این ناحیه. آیا میشه این توصیه رو کرد یا بهتره فقط توصیه کرد که مردم پولشون رو توی بازار بورس سرمایه گذاری نکنن؟ سپاس. خیلی متشکرم. در مورد قسمت اول، اون 750 میلیارد دلار این همش گم نشد، حدود 440 میلیارد دلارش واردات شد. در این واردات شدن البته ملاخر شد، یعنی مثلا خواهرزاده احمدی نژاد چندین ده میلیارد اینطوری، چون وارد کننده ها خودی هم اینجوری، یعنی اختلاس و دزدی و فلان در اون زمینه انجام گرفت، ولی به صورت رسمی از گمرک های ایران حدود 440 میلیارد دلار کالا وارد شد، میمونه حدود 250-300 میلیارد دلار. این معلوم نشد. آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که ما دستای مطمئن می‌داریم به دست اونا می‌سپاریم و اعلام نکردن گذاس. این دستای مطمئن میتونه حساب شخصیشون باشه، حساب خواهرزاده‌ها، برادرزاده‌ها باشه، ارزمند حساب برخی شخصیت‌های معتمد خودشون باشه، حساب برخی جریان‌های سیاسی بین‌المللی باشه. این معلوم نشد. حسابی هم وجود نداره. ولی به هر صورت سرمایه‌گذاری کردن اینجا اونجا برای خودشون، در دست خودیاشونه و این معلوم نیست مقدار تکلیفش، رسما معلوم نشد. و اینکه نظام اراده تعقیب قضیه را نداده نشون میده که خودشون میدونن که نباید دست به این موضوع بزنن. این همینطوری مسکوت. در مورد مسئله چیز، معمولا توصیه سرمایه گذاری کار دشواریه، به این معنی که شما وقتی برید نزد یه فاینانسیر ازش بپرسید، این از شما کلی سیمجیم میکنه تا میزان ریسک پذیری شما رو تشخیص بده، بعد به شما توصیه میکنه، میگه که برای شما این چنین پورتفولیویی مناسبت و ریسکش هم نمیپذیره، میگه ممکنه ببرید، ممکنه زیان کنید، ولی با میزان ریسک پذیری شما این چنین پورتفولیویی درسته برشون. در اینجا گفتن این که برید طلا بخرید یا ارز بخرید کار خطرناکیه، چون هر کدوم اینا میتونه ضرر داشته باشه، مردم بگن شما توصیه کرد. به این ترتیب توصیه حلی نمیشه کرد به مردم، باید شرایط هر کس رو دید نسبت به او توصیه. منتها در مورد جلوگیری از پروژه دولت، فقط یک چیز مهم میتونه جلوی این توصیه رو بگیره، یا اینکه سرمایه گذاران این هشدارهای اقتصاددانها رو بشنوند و احتیاط کنند، و یا اینکه تحریم کنندان اقتصاد ایران چندین شرکت بزرگ بورسی رو تحریم کنند، این بورس رو میشکنند. اتفاقا این ترس در میان نظام وجود داره، یعنی از بیاناتشون معلومه که میترسن از این قضیه. منتها برای اینم با این شلوغی کرونا اینا، این اشتها در نظر آمریکایی هم الان وجود نداره. آمریکایی هم میتونه این کار بکنه که چندین شرکت بزرگ بورسی رو، چندیشون اوردی تحت تحریم هستن، ممکنه چند شرکت دیگر هم به این تحریم اضافه کنن، در این صورت شاخص بازار میشکنه. اگر این انجام نگیره، دولت اون رو تا جایی که در توانش هست پیش خواهد برد و به نتیجه این میخواد برسد احتمالاً خواهد رسید. ولی فکر کنم این پروژه در دست اجرایی است که 2-3 ماه طول خواهد کشید تا ببینیم دولت چه نتیجه گیری میکند، یه چقدر موفق شد. اگر موفق نشد ممکنه پس بگیره، اگر موفق شد که پیش خواهد. سپاسگزارم جناب دکتر. جناب آقای دکتر وسوقی بفرمایید، خواهش میکنم. با درود مجدد خدمت دکتر حسن منصور و بقیه دوستان که حضور دارن، متشکرم از اطلاعات مفیدی که مثل همیشه در اختیار ما گذاشتید. آقای دکتر، من سوالم این هستش که شما در فرمایشات مقدماتی خودتون از 10 موقعی که در مورد به اصطلاح اون اقتصاد کلان صحبت میکردید، 10 مورد رو شماردید که این 10 مورد باعث این شدن که این وضعیت اقتصادی مملکت به این روزی بیفته که امروز
باش دست به گریبان هست. و پس از اون موقعی وارد بحث اساسی خودتون شدید، از یک طرح یک نقشه هوشمندانه دولت صحبت کردید که به این ترتیب اینا دارن این نقشه هوشمندانه رو، من اینجوری ترجمه میکنم، که یک فریبکاری جدیدی هستش که نظام مقدس داره برای خالی کردن جیب بخشی از طبقه متوسط فرومایه. البته عرض بکنم خدمتتون که میخواستم اینو عرض بکنم که این نقشه هوشمندانه رو که شما فرمودید که دولت برای خالی کردن جیب مردم و از طرفی پر کردن جیب بخش دیگه از مردم، این خب نقشه فریبکارانه هستش که دولت داره ریخته و قطعا میخواد جیب احتمالاً بخش فرودست طبقه متوسط رو خالی بکنه که به قول شما یا یک پیکان داره یا یک پراید داره یا یک دونه قالیچه زیر پای خودش رو میخواد بفروشه. من میخواستم اینو خدمتتون عرض بکنم، نظر شما رو در این مورد بدونم. و اون درکی رو که من از فرمایشات شما کردم این بود که یکی از بزرگترین دستاوردهای این رژیم فاسد این هستش که جعل بیلانس میکنه. تمام مدت با جعل بیلانس تونستن سرمایه‌های هنگفتی رو به جیب خودشون بزنن و به این ترتیب آمار و ارقام غیر واقعی رو به مردم ارائه بکنن به طوری که خودشون بتونن از این داستان سودبری بکنن. می‌خواستم اینو از اون بپرسم که گمان زنی من این هستش که با توجه به یک، حالا اینکه نقشه‌شون چی هست بماند، ولی اینکه یک حکومتی که اینقدر فساد در درونش همه‌گیر شده احتمالاً بعد از این به اصطلاح یورش پول به بازار این مسئله هم دچار فساد خواهد شد. البته گمان زنی امیدوارانه من هستش که فکر میکنم با فسادی که در درون این حکومت وجود داره این برنامه اینا هم به شکست خواهد خورد. شما فرمودید که بقیده من این اون عامل سومی هستش که باعث شکست این مطلب میشه. شما دو تا مورد رو فرمودید، گفتید اگر بورس تحریم بشه و یا اینکه مردم از خرید بورس خودداری بکنن، عامل سومش هم به نظر من فساد ساختاری هستش که در کل این حکومت وجود داره. مثلا نظر خودتون در این مورد بدید. سپاسگزارم هستم. اگه ممکنه این جمله آخرتون توضیح بفرمایید که فساد ساختاری چگونه میتونه جلوی این پروژه رو بگیره؟ خب شما اگه توجه کرده باشید در تمام موارد، خب اینا خودتون گفتید که بسیاری از شرکت ها ورشکسته هستن، بعضی هم که حتما ورشکسته نیستن و عوایدی رو به بار میارن، اونها رو هم به عنوان ورشکسته قلمداد میکنن که از پرداخت مالیات و عوارضی که بایستی به دولت بپردازن خودداری بکنن. به غیر از اون بقیه سازمان هایی که اصولا میگن که اینا آزاد هستن از پرداخت مالیات، منظور من این هست که موقعی که اینا چشمشون به پول میرسه شاید دوچاره دوباره یه عده پیدا بشن در درونشون که بخوان جیب خودشون رو پر بکنن و از این کاسه، از این دیگ جدیدی که برش اومده برای خودشون کلافی رو بدوزن. منظورم این بود. بله بله بله، این کمیشه وجود داره. عرض کنم که یه اصل بنیادی در پشت سوال شما رو توضیح هست کنم. ببینید ملت ایران کاری کرد که در تاریخ جهان سابقه نداره. شما اینو فرض بفرمایید که شما به من منصور در یک روز اعتماد بکنید، بدید که آقای منصور شما هر چی بگید منم عمل میکنم، منم بگم که قباله خونتونو، دارایی فرزندانتونو، آینده نوهاتونو همه رو منتقل کنید به نام من و شما این کارو بکنید. ملت ایران دقیقا همین کارو کرد. ملت ایران در یه لحظه به یک روحانی اعتماد کرد و اون روحانی اومد در قانون اساسی در اصل 45 نوشت که هر چی که در روی زمینه، هر چی که در زیر زمینه، تمامی منابع، تمامی معادن، تمامی هوا، تمامی فضا، تمامی آبها، رودها، نهرها، تمامی زمینهای کشاورزی انفال است، یعنی مال خدا و رسول اوست و در غیاب او به ولی فقیه تعلق دارد. ملت ایران هم به این رأی داد، قانون اساسی تصویب شد، اصل 45 انفال. بعد از این کلاه گشادی که سر مردم ایران رفته و عرض کردم در تاریخ جهان بی‌نظیره، خب اصل 44 هم هست که میگه تمام صنایع بزرگ، صنایع نفت و هواپیمایی، شرکت و هتل و فلان، همه مال دولت، بخش تعاونی، بخش خصوصی، فلان، اینا همه زائده کارن. اقتصاددانهای ما، تحصیل کرده های مدرن، آدمای مدرنی هستند، اصل 44 میفهمن. مرتب اقلا صدها بار تاکنون تکرار کردم اصل 44 مخرب اقتصاد ایران، ولی چون سواد عربی ندارن هیچ کدوم نگفته اصل 45 ویرانگر نظام، مملکت، ناموس و آبروی ملت ایران. اصل 45
تمامی امروز و فردا، زیر زمین و روی زمین رو در اختیار ولی فقیه قرار داده. ولی فقیه مالک مطلقه، میتونه این مالکیت رو به هر کس میخواد ببخشه، به مدت کوتاه ببخشه، مالکیت رو در دست خود نگه داره، مقررات انفال رو رسم کنه، اداره کردن مدیریت رو به دیگران واگذار کنه. خب طبق این قضیه ما اومدیم با مصادره، تا ببینید من وقتی دانشجو بودم در صنایع حاشیه تهران یه تحقیق چاپ کردم، اون وقت کارخانه نمیدونم یخچال سازی آزمایش فلان سازی فلان فلان سازی، کارخانجات فلزی فراوون در اون حوزه تهران بود، بعد کارخانجات ماشین سازی تراکتور سازی، اینا همه اینا مصادره شده، سرمایه گذاران چون فرار کردن، آقای الگان گیر افتاد، اعدامش کردن. اینها این شرکته چی شد؟ دیوان حسابرسی مجلس هم به اینا رسیدگی نمیتونه بکنه، دولت هم اینا خبر نداره، اینا مرتب زیان میدن سالانه بودجه دولتی پول میگیرن برای ترمیم زیان، در حالی که هر کدوم از این کارخانه ها کارخانه مولدن، باید سودآور، اگر سودآور نباشن باید رسیدگی بشه در تمام دنیا. یه سری اقتصاددان میره، من خودم در اون زمینه کار کردم، شرکت های مخصوص راسیونالیزاسیون وجود داره، میان به شرکت شما مطالعه میکنن چرا این شرکت سود نمیده، اگر سود ده نیست منحل میکنید، اگر سوداوره سوداور میکنید. خب این همه شرکت حجمش خدمتتون عرض کنم، بودجه ایران دو قسمت داره آقای دکتر، یک بودجه عمومی داریم عرض کنم و یک بودجه اداره مملکت داریم. بودجه ارقام روند میکنم، بودجه عمومی کشور 2 کتریلیون تومان، یعنی 2000 میلیارد تومان، 2 کتریلیون تومان یعنی 2000 تریلیون تومان، یعنی 2 میلیون میلیارد تومان. این بودجه عمومی کشور. بودجه اداره مملکت 500 هزار میلیارد تومان، یعنی 1/4 دولت بودجه رو میاره، مجلس به اون 3/4 بودجه رسیدگی نمی کنه اصلا، حق رسیدگی در اونم نداره، بدون رسیدگی تصویب میشه اون. ما با بودجه وقتی صحبت میکنیم از اون 1/4 صحبت میکنیم که بودجه اداره مملکته. این مالیات که برای بودجه باید وصول بشود 170 هزار میلیارد تومان، از اون 1/4 باید وصول بشه، اون 3/4 مجموعاً 16 میلیارد دلار مالیات میده، اونم به عنوان تبرک. ببین آسان قصر رضوی سال گذشته فقط 100 هزار تومان مالیات داده، یعنی 7 دلار، اینم به عنوان تبرک اون پولو میده که پول دولت برکت بگیره، ولی مالیات نمیدن اینا. در اینکه مشکل قضیه اینه که ما جعل بیلان فلان نیازی وجود نداره، کسی به بیلان اینا رسیدگی نمیکنه که نب جعل بکنن، اینو نشستن اونجا فقط برای اینکه از حسابرسی معاف باشن، میگن زیان داریم زیانشو بپردازیم. در نتیجه یک کشور واقعا بی‌نظیره، واقعا کشور امام زمانه، جایی برای اقتصاددانا در اونجا وجود نداره. آقای کجال بفرمایید، خواهش میکنم. با درود خدمت دوستان و خدمت جناب آقای دکتر، سوال من اینه که شما فرمودین بخشی از سرمایه مالی از اون لول افراد متوسط از طریق بورس وارد بخش فقیرنشین میشه. حالا این چون منابع طبق خود گفته خود اقتصاددانا منابع سرمایه مالی محدوده، حالا این قشر متوسط این پولیو که میاره در حقیقت از بازارهای دیگه خارجش میکنه، مثل از بازار مسکن خارج میشه، از بازار طلا خارج میشه، از بازار پول، از بازار سکه و دلار خارج میشه. این باعث میشه که یه مقداری تورم کاهش پیدا کنه یا مثلا بتونن تورم رو ثابت نگه دارن، کنترلش کنن دولت توسط این سیستمی که میخواد پیاده کنه، این استراتژی که داره میخواد پیادهش کنه. ممنونم. از کنم ببینید دو قسمت داره سوال شما. قسمت اول اینه که یک دولت در واقع مهندسی یک انتقال پول رو انجام که خودش در این میون منفعت مالی نداره، منفعت استراتژیک داره. در نتیجه کاری که میکنه، عرض کردم به قول مسئله انگلیسی، to rob Peter to pay Paul، از جیب پیتر برمیداری میذاری تو جیب پور،
برای اینکه پول برای شما مسئله ساز خواهد شد، میخواد که فعلا ساکت بمون. این انتقال پول از این نظر، حالا قربانیش همون پیتر خواهد بود که پولش خواهد. اما مسئله تورم برای هر اقتصاددان خوب این محرزه که تورم یه پدیده پولیست. اما اقسام توریه وجود داشته. من جزء اون گروه هایی هستم که به این حرف فردمن اعتقاد دارم که تورم صرفاً و صرفاً یه پدیده بود. در نتیجه اون مقدار پولی در گردش، در گردش اگه گردش نکنه تورم نمیسازه. پولی که بره کنز بشه، راکت بمونه، این تورم پدید نمیاره. یعنی پولی که پس انداز بشه در بانک ها ولی سرمایه گذاری نشه، این تورم پدید نمیاره. در نتیجه اصل تورم از اینجاست که نقدینگی پدید بیاد. نقدینگی چیه؟ وارد قضیه نمیشم، من باشی توضیح میدم. نقدینگی عبارت هست از یک پول پایه‌ای که بانک مرکزی چاپ میکنه، ولی چون این پول پایه در نزد بانکهای تجاری دست به دست میشه، از هر یک واحد پول حدود 5 واحد پول دیگه به صورت پول اعتباری پدید میاد. ببینید شما خودتون وقتی پول خرج میکنید اسکناس خرج نمیکنید، امروزه رفته رفته اسکناس کم میشه، کارت خرج میکنید، چک خرج میکنید. خب پشت اینها اگر کارتو ببرن بانک پول برمیداره، یعنی پشت این اسکناس وجود داره. ولی در برابر هر 7 تومانی که میگرده در دستا، حدود 1 تومان چاپ شده بود. بقیه پول اعتباری است که بانک ها صادر میکنن، یا پول دیجیتاله که به صورت رقم ظاهر میشه. از این نظر اگر ما تمامی مردم جمع بشن برن به بانک بگن آقا پس اندازی که پدتون دارن به من پس بده، همه بانک ورشکست میشن. چرا؟ برای اینکه پول فیزیکی حدود 1/5 در اقتصاد ایران 1/7. این بستگی به سرعت گردش پول داره، ولاسیتی پول داره. در نتیجه اقتصادی که دچار تورم باشه، این ولاسیتی یعنی گردش پول سرعت بیشتر میده. برای اینکه مردم وقتی پول میگیرن دست رو نگه نمیدارن، میترسن پول نگه دارن فردا قیمتش کم بشه، میره کالا میخره میاره امروز خونه. این نظر گردش سرعت میده. به این ترتیب این کارهایی که میکنن در جهت کنترل تورم نیست، جو تاثیر کنترل تورمی نداره. اگر در بازار گردش داره، امروز مردم پولشون از اون بازارها و بازارها راکت شد. در نتیجه ببینید شاخصایی که منتشر شده حتی از سوی صندوق بین‌المللی پول، میزان تورم امسال در تمام کشورها از جمله ایران کاهش پیدا میکنه. یعنی تورم 43% ایران به 33% میرسه طبق ارزیابی صندوق بین‌المللی. چرا؟ برای این تقاضا افت کرده. شما دیگه مسافرت نمیکنید، رستوران نمیرید، هتل نمیرید، لباس جدیدم نمیخرید، کالاهای غیر ضرور هم نمیخرید، عنایت میکنید. چون خرید کمتر شده، درچه در برابر این سیل پولی که مرتب داره صادر میشه با تورم بهتره کنه، در این تورم کم خواهد شد در این سال آینده. در نتیجه داستان گردش پول، چه مقدار پول گردش میکنه. دولت ایران از اینم سوء استفاده میکنه. از این قضیه همین یه هفته پیش بود، من یه مصاحبه داشتم، آقای روحانی فرموده بودم با پوزخ باد در غبغب انداخت و گفت که پسندازهای مردم ما زیاد شد. خب این آدم شارلاتان باید بدونه پسنداز تمام مردم جهان زیاد شده، برای که مردم خرج نمی کنن حتی چون حساباشون نگه می دارن پولشونو. درنچه پسنداز مردم در تمام بانک ها افزوده شده. این دلیل بهبود وضع نیست، دلیل رکود شرایطه. فعلا رکود در این قضیه. در نشه داستان تورم رو که داستان بسیار دردآور متولیه، فقط این نکته رو اضافه کنم برات که این علت داره که ضمن این که تولید ناخالص در ایران کاسته میشه، میزان نقدینگی هر روز با رقم کلان 1000 میلیاردی اضافه میشه. این علت داره، عنایت میکنید؟ چون پول که از زمین که نمیرویه، که این پول تولید میشه. تولید چجوریه؟ اینجوریه که بانک ها در برابر پس اندازی که باید بگیرن، باید یه حصه رو حدود 15% رو در ایران باید بذارن نزد بانک مرکزی. وقتی این میذارن نزد بانک مرکزی، برای اون بهره نمیگیرن، اونجا محبوس میمونه به عنوان وثیقه. اگر بانک ورشکست بشه، بانک مرکزی بتونه اون رو بیل اوت کنه، بیاد بخردش، نجاتش بده، اون 15%. ولی بانک های خصوصی
که متعلق به دستگاه‌های سپاهی و امنیتیه، این 15% بانک مرکزی نمی‌پردازند. بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از 100,000 میلیارد تومان فراتر رفته در این ماه گذشته. 100,000 میلیارد تومان. وقتی این پول به بانک نمیگردونند، این به عنوان پول پایه عمل میکنه. یعنی هر واحد از این پول 7 واحد پول ایجاد میکنه. 100,000 میلیارد تومان 700,000 میلیارد تومان پول در جریان ایجاد میکنه. انفجار تورمی پدید میاد و دولت و بانک مرکزی هم علت این که دولت نمیتواند این رو بگیره، برای اینکه این دستگاه ها بارها خودشون اعلام کردن، اعتراف کردن این دستگاه قوی تر از دولتن، نمیدن و در دولت هم چنین اراده و توانی وجود نداره که اینا رو بگیره. نتیجه این است که این موتور ایجاد نقدینگی مدام با قدرت داره کار میکنه علارغم اینکه تولید ملی رو به کاهش. آقای خرزی در نوبت هستید، خواهش میکنم. درود بر همه دوستان و جناب آقای منصور گرامی. من پرسشی دارم در مورد یک جنبش تحریم داخلی اخیراً توی فضای مجازی را افتاده و یه عده‌ای دارن اینو به قول معروف گسترشش میدن توی جامعه که تشویق میکنن مردم رو وارد بورس نشن، از فروشگاه‌های دولتی که مربوط به سپاه هست، وابسته به سپاه هستن، خرید نکنن، قبض آب و برقشون رو ندن و یه مبارزه اقتصادی در اصل دارن تبلیغش رو میکنن که مردم انجام بدن علیه دولت. به نظر شما این تا چه حدی عملی هست و اگر عملی هست آیا تبلیغش و ساپورتش از طرف اپوزیسیون تاثیرگذار خواهد بود یا نه؟ سپاسگزار میشم. خیلی متشکرم. خب این جریان تحریم رو شنیدم. ببینید ساختار اقتصادی ایران یه جوریست که در اونجا تسلط دستگاه دولتی و نهادهای وابسته به اقتصاد ایران خیلی زیاده. یعنی شما این وزن رو در خود بودجه میبینید. بودجه کشور حدود 85% تولید ملی است. ببینید این رقمو، 85% تولید ملی دست دولته. یعنی در اینجا دولت همه چیز رو کنترل میکنه. عرضه کننده، خرید، قدرت خرید عنایت میکنه. داشتن دادن موضوع حقوقها، اینا همه بستگی به سیاست دولت داره. در نتیجه طبیعی است که این نوع تلاش ها از سوی جامعه مدنی کار مثبت یه باید انجام بگیره. اگر آلترناتیو وجود داره که این جنس رو از فلان دستگاه سپاهی نخرید، از فلان دستگاه خصوصی بخرید، این درسته. ولی فکر نمی کنم که این واقعا برد وسیع بتونه بگیره و بتونه موفق بشه، برای اینکه تسلط دولت در تمامی زمین ها آنچنان است که کنترل کننده دولته و مردم گزینه دیگری ندارن که رو بیارن بشون. حالا بگیم من فلان فروشگاه نخرید یا بقال سر محله بخرید، این تاثیر جزئی خواهد داشت، شاید اثر روانیش خوب باشه، ولی من به عنوان یک نهضت قضیه رو موفق ارزیابی نمی‌کنم. دکتر آهنیان بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله بفرمایید. خدمت استاد عزیز آقای دکتر منصور، رایزن محترم، من چند تا سوال کوتاه داشتم آقای دکتر. این سوال‌هایی که خیلی مغز آدم اذیت می‌کنه، این که ما تا الان بیشتر روی این بحث کردیم که این مکر و حیله ها و راحل های از این ستون تا اون ستون در داخل کشور، حالا اگه ما بیایم در بیرون از کشور و اگر نقطه عزیمت من این باشه که فرض کنم، یعنی سناریو رو به این ترتیب فرض کنم که اوجب اوجبات حفظ نظام باشد و نظام در میان دوگانه سرکوب و یا بهبود اقتصادی بخواد عاقلانه عمل کنه و دنبال بهبود اقتصادی باشه، با این ترتیب که شما توضیح دادید، این در چشم انداز حتی میان مدت راه‌های درونی مسدود هست. حالا در راه‌های بیرون اگر این قرار باشه وارد چرخه باطل سرکوب نشه، بیاد واقعا تصمیم می‌گیره که کنار بیاد، آیا خب در بیرون یکی میتونه با طرف‌هایی مثل روسیه، چین، ژاپن و امثال هم بره؟ آیا در اونجا این ظرفیت‌های اقتصادی از نظر بین‌المللی وجود داره که بدون روی آوردن به طرفین برجام و مخصوصاً آمریکا خودشو از این گردنه رد کنه با اتکا به اونها یا نه؟ اگر پاسخ منفی است که نه، در اون صورت مجبور بشه روی بیاره به طرفین برجام مخصوصاً آمریکا، آیا
صحنه اقتصادی به صورتی هست که این امتیازاتی رو بده بدون اینکه اون 12 تا شرط اصلی رو برآورده کنه، ولی بتونه بازم خودشونو از این گردنه رد کنه. یعنی میخوام ببینم که اون کلپس ترشولد اینها، نقطه ریزش اینها در اونجا چی، ما چه چیزهایی رو میتونیم علامت قرار بدیم که اینها با همه صحنه سازی های در بیرون بگیم اینها دیگه تغییر رفتار فعلا دادن. این یک سوال من بود. و سوال بعدی این هست که اگر ما فرض کنیم اینها نه به شرق رو بیارن نه به غرب، دنبال راه حل در بیرون نباشن، همینطوری بخوان با مافیا بازی اینها دور بزنن و از این کارا که روز بزن عرصه داره برایشون تنگتر میشه، با همین وضعیت موجود آیا میشه نتیجه گرفت که اینها مجبورن عقب نشینی به تدریج بکنن از عمق استراتژیکشون در منطقه یا خیر؟ خیلی متشکرم. جناب دکتر همیازی، سوال بسیار متولی فرمودید که پاسخش هم باید یک جلسه منظم باشه. به چند نکته اشاره بکنم برات. ببینید، ماجرای کرونا نقشه ژئوپلیتیک دنیا رو عوض می‌کنه و به صورت جدی هم عوض می‌کنه. یعنی تعریف جدیدی از تناسب نیروها پدید میاد که بسیاری از افق‌هاش نامعلوم. به احتمال قوی درگیری آمریکا و چین تقویت میشه. حالا کجا به توافق برسه معلوم نیست. ولی چین در این میان بازنده در میاد به احتمال بسیار قوی. طی همین دو هفته گذشته بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه از چین خارج شد و این به صورت یه برنامه ریزی عمدی در میاد بعد از کرونا که بسیاری از شرکت ها که متوجه شدن این آوتسورسینگ هایی که میکنن به زیان استراتژیک کشورشونه، یعنی آمریکا متوجه شد که 90% آنتیبیوتیکش در چین ساخته میشه و وزیر چینی تهدید کرد که ما اگر فقط به شما آنتیبیوتیک ندیم در کرونا غرق میشید. خب اینا تهدیدهای بسیار جدی است و آمریکا متوجه شد که خط بزرگی انجام دادن و دیگران هم متوجه شدن که باید در این تقسیم کار بین المللی تجدید نظر بکنن. این به زیان چین تمام خواهد شد، گریزی در این نیست. درگیری در حد نظامی هم افزایش پیدا کرده. امروز ما در دریای چین شاهد عملا سفارایی و آرایش نیروهای قوی تری نیروهای آمریکا و چین هستیم. درنچه اوضاع از این نظر هم خطرناک، ولی که به جنگ نمی انجامه، ولی به عنوان ابزار دیپلماسی شدیدترین و قوی ترین نیروهای استراتژیک رو بردن به منطقه. جمهوری اسلامی رابطه سعی میکنه روابطش رو با چین به صورت استراتژیک نگرده. آیا این نظر چین هم استراتژیک هست یا نه؟ به نظر نه. چین یه سیاست اینو داره که بدون دخالت در امور عرض کنم، بدون دخالت در رفتار دولت ها رابطهشو با دولت درست کنه، به ملت هم توجه نمیکنه. حالا میخواد این دولت سرکوبگر باشه، دوز باشه، مسئله نیست. اگر رابطهش با چین درست باشه، چین میره دنبالش رابطه میسازه. این اصل سیاست بین المللی چینه. 2011 سال 2011 ایران یک قرارداد استراتژیک با چین امضا کرد و اونی که با واگذاری چندین میدان در فارس جنوبی و دادن حق انحصاری به چین، از چین تعهد گرفته که در صورت حمله آمریکا به من دفاع باید بکنه. اینا هم امضا کردن که کاری میکنن. عملا ایران زیر چتر دفاعی اتمی چین قرار داره. اعلام نمیکنن، ولی این سند وجود داره که کار انجام گرفت. با روسیه هم پیمانهای قوی داره، ولی روسیه در این چند ماه گذشته عملا راهشو به تا حدود زیادی جدا کرده، برای اینکه حس می، اولا هر دوی این قدرت‌ها حس میکنن که ایران نظام آینده داری نیست، دیگر اینکه آمریکا با روسیه به این توافق رسیده که امتیازهایی رو در سوریه به روسیه بده، روسیه هم در مورد ایران کوتاه بیاد. در نتیجه عملا دست روسا در اونجا باز گذاشته شده که با اسرائیل هر چه همکاری لازمه بکنه. اسرائیل S-13 S-400 چشاشون رو برگردونن اون، ولی اسرائیل بیاد مواضع ایران رو بمباران کنه برگرد، به این شرط که جا بتونن اون منابع پایگاه های نیروهای دریایی خودشون رو، حتی نیرو اتمی خودشون رو مستقر کنن. این کار رو انجام میده. به این ترتیب یه تحول بسیار جدی استراتژیک در سطح دنیا انجام میگیره و خواهد گرفت. باید متردد بودیم به کدوم طرف باید بره و من با تعبیر شما خیلی موافقم که اپوزیسیون ایران باید بدونه سیر این حرکت به کدوم طرفه. اگر در جهت خلاف بره
کلاهش پس معرکه میمونه. یعنی باید بدونه که آیا با نزدیکی جمهوری اسلامی با آمریکا اون اتفاق قد افتاد یا طرف چین خواهد رفت، چون جمهوری اسلامی در میان یه انتخابایی خواهد داشت. به این ترتیب اون مسئله اول که باز برگردم به نکته اولم که این در واقع جلسه متول بروش صحبت بشه مستقلا. سوالتون بسیار عرض کنم عمیقه. در مورد شرق و غرب و نمیدونم مجبور و عقب نشینی، جمهوری اسلامی نه فقط شرق و غربی نیست، این هم به غرب هم به شرق به شدت وابسته است. از درآمدهای نفتی به شدت به غرب وابسته است، چون اصولا قیمت نفت در دنیا با دست غرب انجام میگیره، به دلار انجام میگیره. در نتیجه وابستگی اقتصادی ایران به دلار کاملا محرزه. به شرق هم از قرار با پیمانایی که داره هم به روسیه هم به چین انواع وام ها رو میده، انواع امتیاز ها رو میده که بتونه اینا رو نگه داره. در واقع چون اینا حق وتو دارند، جمهوری اسلامی زیر بالشون قایم میشه. به این ترتیب این اسطوره این که اینا وابستگی نخواهند و نمیخوان داشته باشن، این مدتی باطل شده. ایران کشور مستقلی نیست. روسیه بدون اطلاع ایران در میاد در پایگاه نظامی ایران از اونجا پرواز میکنه. عرض کنم حملات نظامی از خاک ما به طرف داعش انجام میده و ایران کنترلی نداره. در مورد چین هم، چین با ایران به عنوان مهره بازی میکنه. ایران در بین در برابر این دو تا قدرت استقلالی از خود نداره. از این نظر موضوع بسیار جدی است، ولی مستقلا بارش صحبت کرد. خیلی ممنون آقای میلانی. من اگر تعد 10 ثانیه بفهمید، اون بخش دوم سوال من در واقع این بود، اگر بخوام یه مقدار تکمیل درش کنم، که اگر ایران فقط به دنبال راه فرارها در درون مرزهای خودش باشه و در بیرون نتونه به دیل مؤثری برای خروج از بنبست اقدام کنه، با همین وضع اقتصادی موجود آیا توانایی حفظ عمق استراتژیک موجودش رو دارد یا مجبوره که به تدریج عقب نشینی کنه در حالت موجود؟ بله بله، ببینید این به پارامترهای دیگری میرسه، این که مقاومت مردم، تحمل مردم چقدر، آیا اپوزیسیونی وجود داره یا نه، مردم امیدی دارن به تغییرن، اعتماد میکنن به اپوزیسیون یا نه، بستگی به این چیزا داره. والا مردم اگه تن بدن به این همه ذلت که تاکنون دادن، در این صورت به ناگزیر هم هستن. در این صورت خب هیچ حدی در اقتصاد وجود نداره که ملت چقدر فقیر بشود دیگر نمیشه فقیر ترش کرد. ببینید طبق آمار، من ارزیابیمو چاپ کردم، اقتصاددان دولتی آقای دکتر نیلی نوشتن، بارها نوشتن که امروز سطح برخورداری هر فرد ایرانی 70% سال 1355، یعنی یک سال قبل از انقلاب اگر 100 تومن داشتن امروز 70 تومن دارن. ارزیابی من 64 تومنه نه 70 تومن. 70 تومن قبول کنید، یعنی ملت فقیرتر شده، ملت فقیرتر شده. ولی آیا حدی در اقتصاد وجود داره که بگیم دیگه فقیرتر از این بشود نقیام میشه؟ نه، این امر امر سیاسی و فرهنگی و بسیار بغرنجه. در نتیجه اینجا باید از ارزیابی نوعی دیگر رو جدا از اقتصاد وارد کنیم. میلانی بفرمایید. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. سپاس. با درود و احترام جناب دکتر منصور و همرزمان گرامی در روم. جناب دکتر توصیه سرمایه‌گذاری فرمودین، جناب دکتر در مورد فروش سهام سهام‌های دولتی سخن فرمودین. اتفاقا فرمودین که 85% دولت تولید ملی در دست دولت هستشون، 15% منظور من هستش الان و سوال بنده هستش که در شرایط اون 15% یا در جزء اون 15% هستن. جان دکتر سوال بنده، تکلیف سرمایه‌گذار یا کارخونه داره که خصوصی هستن، البته شرکتی که یا کارخونه که زیر پوشش اون مافیاتی که شما فرمودین در که از خودیا باشن نیست و جزء همین 15% منظورم هست، هستش که شرکت یا کارخونه در 3 شیفت کارگرش دارن کار میکنن و حالا به دلیل مشکل تهیه مواد اولیه از اروپا مجبور به کم کردن کارکنان و در نهایت به ورشکستگی خواهند رسید. لذا از حضور شما خواستم کنم که سوال کنم که تکلیف سرمایه‌داران شخصی چه میشود و چه راهنمایی برای افراد سرمایه‌دار که دارای شرکت خصوصی هستند در شرایط موجود در کشور، آیا آنها هم میتوانند اقدام به فروش سهام کنند یا چون تقاضا برای فروش کالاشون وجود داره نه داخل ایران بلکه خارج از کشور حتی، اما مشکل تهیه مواد اولیه مشکلشون تهیه مواد اولیه هستش،
این سوال بنده هست از شما، سپاسگزارم میشم پاسخ بدم. بله بله، این هم باز سوالی است که واقعا مستلزم وقت بیشتری است، ولی خیلی مختصر عرض کنم. در ایران بخش خصوصی بخش بسیار ناتوانی است. این باید جریانهایی در جامعه مدنی در جریان اپوزیسیون را بیفته برای تقویت این بخش. در ایران هر چیزی که انجام گرفته برای تقویت این بخش عملا منتهی شده به انتقال سهام به بخش به اصطلاح خصولتی، یعنی بخش خصوصی دولتی. یه بخش خصوصی نیرومند وجود نداره. به این ترتیب همین الان هم که این سهام فروخته میشه، سهام دولتی، مسئله این که خریداران اینا کی خواهند بود؟ عنایت میکنید اینا رو اومدن به صورت ETF عرضه کردن. ETF ها یعنی Exchange Traded Funds. اینا در بورس‌های جهان فاندهایی هستن، صندوق‌هایی هستن که از طریق یه آربیتریتر رد میشن. یعنی اینکه شما این سهام رو میفروشید، من میام یه بلوک از این سهام رو، یعنی 50 میلیون رقم از این ستونم میخرم، بعد خورده فروشی میکنم. وسطش یک عمده خر وجود داره که اون خورده فروشی میکنه. این رو میگیم بازارساز. این وقتی که قیمت سهم از اون حدی که مورد نظر پایین میاد میخره، اگر بالا بره میفروشه تا این قیمت رو کنترل کنه در بازار. یعنی میگیم در این بازارهای ETF آربیتراژ وجود داره. دولت این سهام خودش رو به صورت ETF منتشر کرده و وقتی اصحاب بورس ایران با ما صحبت میکردن پرسیدم از این آربیتراژ ها، گفتن نمیدونیم. گفتم اگر ETF باید آربیتراژ وجود داشته باشه، گفتن که نمیدونیم واقعا. دولت ممکنه تعریف مندرآوردی برای ETF در بیاره، بگم اینطوری میکنیم، ما نمیدونیم، چون این خلاف در واقع فروش به مردمه. اگر وسط چهار تا، البته از فرمولی که دولت ارائه کرده این معنا در میاد، دولت گفته که ما این سهامو میفروشیم تا سال 1400 مالکیتش در اختیار دولت میمونه. سال 1400 یعنی یه سال بعد، 0.1% یعنی 1 در 1000 خریداران سهام مدیریت شرکت رو به عهده میگیره. یعنی 1 در 1000 باید خریدارای گنده باشن. خریدار کوچیک 1 در 1000 چیزی نمیشه. 1 در 1000 باید دارای حداقل 51% سهم باشه که بتونه. در نتیجه باید اون آربیتراژ وسط وجود داشته باشه. به این صورت این برای داستان نقش خصوصی است. اگر ایران ظرفیت بزرگی داره، اگر نفس بخش خصوصی بتونه نفس بکشه، قطعا در مدت کمی جایگاه جهانی پیدا میکنه. برای اینکه قبلا این کارو کرده بودی، صنعتگران ایران نشون دادن این ظرفیت وجود داره، ولی فعلا با وجود این نهادهای حاکم بر اقتصاد ایران اینا توان ندارن. عمده ترین قضیه ارزه که در اختیار دولته، مکانیزم پولی بانک مرکزی در اختیار دولته. از این طریق همه صنایع رو میتونه واقعا دولت بچلونه و این کارو میکنه. به این ترتیب آینده بخش خصوصی بدون جریان‌های جدی که به وجود بیاد هنوز در ایران چندان امیدوار نظر نمیاد. مولیان ویستا بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر همگی، درود بر شما جناب منصور، خوشحالم که زیارتتون کردم. سه تا مطلب ذهن من مشغول کرده. اول این که شما به عنوان یک اقتصاددان اقتصاد رو مهمتر میبینین یا سیاست رو در جریانات این تحولات دنیا؟ چون برخی در واقع دنبال روی سیاست هستن و سیاست رو مهمتر میتونن به برخی اقتصاد. و حتی در مورد ایران امروز برخی معتقدن که اگر ما روی بخش اقتصاد کاری انجام بدیم، در نتیجه سیاست هم تحت تاثیر قرار میگیره. البته این مخالفین رو هم داره. دوم این که چقدر این اختلاس هایی که داره صورت میگیره یا صورت گرفته تو این 40 سال اعداد و ارقام واقعی هستن. چقدر میشه باور کرد که از هر ماهی یک بار یک نفر 1000 میلیارد، 10000 میلیارد، فلان میلیارد دلار برمیداره و از مملکت خارج میشه و به یه جایی میره؟ آیا این احتمال وجود داره که اینها اصلا فیک باشه و برای لاپوشی کردن یا پولشویی باشه، یا اینکه اساسا به نام اختلاس این پولها بیرون میره و برای اصلا پیش بردن اهداف نظام توی یک کشوری این پول واریز میشه؟ سوم این که در مورد این بورسی که الان داره رونق میگیره، باز این تعبیر وجود داره که احتمال تحریم شدن بورس ایران توی آینده نزدیک وجود داره. بنابراین
دولت داره با واگذاری قسمت‌های مهم بورس یا فروشش به مردم یک سپر انسانی ایجاد میکنه که در آینده اگر که تحت تحریم قرار گرفت بتونه در واقع یک هوچیگری بین‌المللی ایجاد بکنه که در واقع شما دارید مردم رو تحریم میکنید نه بورس رو. ممنون میشم نظرتون رو در این سر مورد بشنم. کنم که اقتصاد یا سیاست، ببینید این از چیزای خیلی معلومه علم اقتصاده. لنین گفت که سیاست اقتصاد فشرده است. اولویت در مسئله عمدتاً سیاسی است. یعنی سیاست هست که تعیین میکنه قضیه رو. در نتیجه ایران هم تاریخش نشون داده قضیه رو. که اصولاً رشد یا خفه شدن اقتصاد بستگی به سیاستایی داره که اتخاذ میشه. در مورد مسئله اختلاس یه نکته عرض کنم براتون که شاید تازگی داشته باشه برای همه. این سوال من همیشه تعجب میکنم که این سوال چرا در ذهن روشنفکرانی ایران اصولا طرح نمیشه. در اسلامی که از سارق و سارقت و فقد و اگیه هما وجود داره که دست یه سارق اگر یه سیب بدوزده یه نوزنگک بدوزده بریده میشه، چرا هزاران میلیارد تومان دوزیده میشه و کسی دستش بریده نمیشه؟ این از اون شعبده بازیه ایست که ما در جریان این انقلاب یاد گرفتیم که قانون مجازهای اسلامی دولت را فتاوی صاحب نظران بزرگ نزد آیت الله سیستانی، اموال دولت را اموال مجهول المالک تعریف میکنند. این عبارت فتوای آیت الله سیستانی اینه، اموال دولتی اموال مالک اموال مجهول المالک هستند و می توان با نظر با حکم حاکم شرع در آنها تصرف کرد. در نتیجه دزدی تلقی نمیشه. قانون مجازات اسلامی اختلاس رو ذیل خیانت در امانت میاره. خیانت در امانت جرمش اگر احراز بشه، احراز کردنش هم سخته، اگر احراز بشه از 6 ماه تا 3 سال زندان داره. و شما میدونید برادر رفیق دوست به این اتهام گرفته شد، در همون 6 ماه اولیه اینو ایشونو به عنوان مأمور خرید از زندان به ایتالیا فرستادن که بر اونجا بگرد. در نتیجه عملا اختلاس 100 هزار میلیارد تومانش مسئله ای نیست، در حالی که یه سنگک به دزده دستش بد بریده بشه چند صد نفر چنین دست رو ندست دادن. ولی این اختلاس ها واقعیت داره، یعنی اینا انجام میگه و نظام راههای به طور که دوره احمدی نژاد حدود 300 میلیارد دلار رو گفتن که ما در دستای امنی که داریم سپردیم، شما نگران نباشید. در صندوق حماس میذارن نگه میدارن، در صندوق حزب الله نگه میدارن، اینا رو دارن، نیازی نیست که با عنوان اختلاس ببرن. توجه هم دارین در این 6 ماه گذشته به حکم رهبری خبرهای اختلاس ها رو دیگه زیاد پخش نمیکنه، خیلی کم کرد. آخرین سوال اینه که مسئله تحریم بورس. مسئله تحریم بورس به عنوان این نهاد حتی برای آمریکا امکان پذیر نیست. بورس رو نمیتونن به عنوان این نهاد تحریم کنن. اینا نهادی رو میتونن تحریم کنن که خلاف امنیتیش رو ثابت کنن. شرکت های بورسی رو میتونن. چندین شرکت بورسی هم در ایران تحت تحریم هستن. ممکنه 4 شرکت رو هم اضافه بکنن. ولی کل بورس رو به عنوان این نهاد سابقه نداره. قوانین بین المللی هم اجازه نمیده که بورس رو تحریم بکنه. به این ترتیب من فکر نمیکنم که این فکر پشت کله دولت باشه، یه سپر انسانی از طریق بورس بدید.